با سلام و درود به گیلاسی های عزیز. در سالهای اخیر بازیگران زیادی از ایران رفتن و اون طرف کشف حجاب کردن. خیلی هاشون کشف حجاب معمولی و تعداد کمی هم کلن عریان شدن. چند تاشون در داخل مشهور بودن و بیشترشون فقط با یک کار جوگیر شدن و فکر کردن خبریه. تعداد کمیشون اونور که رفتن تونستن با سختی زیاد به فعالیتشون ادامه بدن. بعضی ها هم کلن محو شدن یا صرفا در اینستاگرام خودنمایی میکنن. خلاصه امروز میپردازیم به بازیگران زن سینما و تلویزیون که به دلایل مختلف ایران رو ترک کردن. یکی از پیشگامان مهاجرت بازیگران خانم زهرا امیر ابراهیمی بود که در اوج شهرت مجبور شد کشورش رو ترک کنه. او که در سال 85 با بازی در سریال نرگس در اوج جوانی و معروفیت بود، با پخش فیلم رابطه جنسیش با دوست پسرش مجبور شد ایران رو ترک کنه. خانم امیر ابراهیمی بعد از خروج از ایران موفقیتی در زمینه بازیگری نداشت و فقط در چند تئاتر بازی کرد. 2 سال بعد از مهاجرت اجباری زهرا امیر ابراهیمی، گلشیفته فراهانی که در ایران با بازی در چند فیلم به سرعت به شهرت رسیده بود، به طور ناگهانی ایران رو ترک کرد. دلیل مهاجرت او معلوم نیست و با اینکه خیلی سعی میکنه در صحنه باشه، ولی فیلمهایی که بازی کرده جز پایین ترین فیلمهای هالیوود بودن. خانم سالومه سیدنیا که در ایران فقط در یک سریال ایفای نقش کرده بود، به سرعت با همون یک کار جوگیر شد و کیس پناهندگیش رو جور کرد. او با سختی زیاد در تلویزیون من و تو استخدام شد و با اینکه دشمنان زیادی از بین همکاراش داشت، ولی هنوز تونسته شغل خودش رو در این تلویزیون حفظ کنه. خانم شبنم طلویی که در ایران صرفاً در چندین تئاتر و فیلم کوتاه بازی کرده بود، به دلیل تبلیغ بهائیت در محل کار از یکی از تئاترها محروم شد و همین شد کیس پناهندگی برای او. شبنم در سال 83 از ایران رفت، مدت کوتاهی در تلویزیون مانوتو فعالیت کرد، ولی بعد دیگه فعالیت هنری نداشت و موجودیت او صرفاً در اینستاگرام خلاصه شد. خانم مینا لاکانی که کارنامه کاری صرفاً به چند فیلم و تلفیلم خلاصه می‌شد، در سال 90 در تلویزیون صدای آمریکا ظاهر شد و صحبت‌های سیاسی کرد که احتمالاً برای دریافت اقامت بوده. او بعد از مهاجرت هیچ گونه فعالیت هنری و سیاسی نداشت. خانم لادن طباطبایی هم در سال 91 با اینکه در اوج شهرت بود، رسماً اعلام کرد که می‌خواد برای همیشه از سینما خدافظی کنه. بعدها معلوم شد که این تصمیم او به خاطر زندگی خانوادگیش بوده. خانم لادن طباطبایی به خاطر داشتن دختری مبتلا به اوتیسم با همسرش به اختلاف می‌خوره و به خاطر دختر زندگی حرفه‌ایش رو رها می‌کنه و به آمریکا میره. او اخیراً در لایو اینستاگرامش گفت که به همسرش تعهد داده که به ایران برنگرده، وگرنه هیچ حقی روی نت دخترش نداره. خانم صدف طاهریان که تازه در آغاز فعالیت خودش بود و تنها چند نقش حاشیه‌ای در چند فیلم سینمایی بازی کرده بود، در سال 94 به امید گلشیفته فراهانی شدن از ایران مهاجرت کرد، ولی با وجود اینکه مسیر گلشیفته رو رفت، موفقیتی در زمینه بازیگری کسب نکرد و به ناچار دنبال مدلینگ رفت. خانم پردیس افکاری هم که در چندین فیلم نه چندان مطرح بازی کرده بود، بدون اینکه اسم و رسمی داشته باشه، در سال 95 از ایران رفت و مدتی از تلویزیون جم سر در آورد و بعد هم محو شد. حنانه شهشهانی هم که در کودکی در یکی دو تا فیلم بازی کرده بود و در نوجوانی با بازی در فیلم کلا پهلوی تازه داشت مشهور می شد، در همون نوجوانی مهاجرت کرد. او بعد از مهاجرت هیچ فعالیت هنری نداشت. چکامه چمن ماه که به واسطه پدرش که منشی صحنه بود به بازیگری راه پیدا کرد و در چندین فیلم سینمایی بازی کرد، در سال 92 بعد از هواداری از حسن روحانی ایران رو ترک کرد. او مدت کوتاهی در تلویزیون جم فعال بود و بعد محو شد. بهارک صالح‌نیا که در ایران فعالیت چشمگیری نداشته، مدتی به تلویزیون جم پیوست و او هم مثل بقیه مجریان جم یک و محو شد. الهه فرشچی رو کسی میشناسه؟ انگار در چند تلفیلم بازی کرده بوده. مدتی عکسای خصوصی ازش پخش شد و گفته شد که مهاجرت کرده، ولی خودش بعدها این خبر رو تکذیب کرد. یا شاید مهاجرت کرده و دوباره برگشته. ساناز تاری هم با گذاشتن عکس خصوصی خودش در اینستاگرام و اعلام قصد مهاجرت، در واقع میخواست توجه ها رو به خودش جلب کنه و اسمش رو سر زبون بندازه، ولی بعدن این ادعا رو تکذیب کرد و گفت که قصد مهاجرت نداره.
اما مهناز افشار که در ایران در اوج شهرت بود، با ورود به سیاست، ازدواج با یک آقازاده، هواداری از جریان اصلاحات و طلاق گرفتن از همسرش حواشی زیادی رو دور خودش جمع کرد تا در نهایت مجبور به مهاجرت شد و آینده هنریش رو خراب کرد. روناک یونسی رو قبل از مهاجرتش و باز کردن اکانت اینستاگرام کسی نمیشناخت. او که در ایران فقط در چند نقش متفرق بازی کرده بود، بعد از ازدواج و باردار شدن از ایران رفت و دیگه برنگشت. او بعد از مهاجرت هم فعالیت هنری نداره و صرفاً در اینستاگرام خودنمایی میکنه. آیتک جاوید نژاد که تازه با چند نقش فرعی در نمایش خانگی داشت تا حدودی رشد می‌کرد، بلافاصله مهاجرت کرد و اعلام کرد که به شبکه ترکیه‌ای دیدی تیوی پیوسته، ولی گویا در حال حاضر صرفاً فعالیت مدلینگ داره. شقایق نوروزی که فقط در یک سریال بازی کرده بود و تازه می‌خواست جون بگیره، همون ابتدا به خاطر مشکلات خانوادگی از همسرش طلاق گرفت و از ایران رفت. او در خارج از کشور صرفاً فعالیت مجازی داره. یکی از کارگردان‌های سینما در پاسخ به انتقادهای او به سینمای ایران گفت: خانم محترم، مشکلات خانوادگی تو سر سینما ننداز. فائزه علوی که از نوجوانی تلاش میکرد به واسطه پدرش وارد سینما بشه، بعد از اینکه در بازیگری موفقیتی کسب نکرد، مدتی به عروسک گردانی در خندوانه مشغول شد و چون از این راه هم به معروفیت نرسید، ایران رو ترک کرد. محبوبه بیات هم سالها در سینمای ایران فعال بوده، ولی هیچ وقت به معروفیت چشمگیری دست پیدا نکرده بود. او هم چند ساله که مهاجرت کرده و با اینکه در ایران با کارگردانهای ارزشی همکاری میکرده، حالا جست سیاسی به خودش گرفته. سمیرا سیا هم مثل بقیه کارنامه کاری قابل ارزی نداره، ولی از همون چند تا فیلم و سریال برای کیس پناهندگی استفاده کرد و بعد از ازدواج با همسرش از ایران رفت. سارا با هنر رو هم هیچ کس نمیشناسه، ولی ظاهرن او هم در یکی دو تا فیلم بازی کرده بوده و به همین واسطه مدتی جذب جم تیوی میشه و الان هم خبری ازش نیست. سهیلا عزیزی رو هم یادتون نمیاد نه؟ اون هم در دهه 70 در چند سریال تلویزیونی بازی کرد و بدون اینکه معروف بشه از ایران رفت و الان هم هیچ فعالیت هنری نداره. قیافه ساناز زرین مهر هم براتون آشنا نیست نه؟ او هم فقط در چند مجموعه تلویزیونی نقش‌های کوتاهی رو داشته و به همین واسطه تونسته به شبکه جم بپیونده و الان هم دیگه خبری ازش نیست. میدونم که ساناز غنی رو هم مثل بقیه نمیشناسید. اون در دهه 80 فقط در یک فیلم و یک سریال بازی کرد و بعد به همراه همسرش از ایران رفت. بهناز سلیمانی کارش رو با نقاشی شروع کرد و بعد به سینما پیوست و در چند نقش کوتاه بازی کرد، ولی خیلی زود به شبکه جم پیوست و الان هم ازش خبری نیست. مریم بوبانی سالهای زیادی در سینما فعالیت کرده، ولی هیچ وقت نقش برجسته‌ای نداشته. چند وقت پیش عکس‌های خصوصی از اون در اینستاگرام منتشر شد که گفته شد اون مهاجرت کرده، ولی بعد معلوم شد عکس‌ها متعلق به سفر او به یمن بوده. ناهید لیان هم که مجری صدا و سیمای مشهد بوده، در سال 94 مهاجرت کرده و بلافاصله یه شوهر خارجی هم پیدا میکنه. خانم مهناز شیرازی هم که از 18 سالگی گوینده خبر از شبکه 2 و 4 بوده، حالا بعد از 25 سال گفته که میخواد استراحت کنه. ریحانه پارسا هم آخرین به اصطلاح بازیگر مهاجره. او که فقط با یک سریال به شهرت رسید، قدر شهرت رو ندونست و اینقدر حاشیه برای خودش درست کرد که در همون اوج جوانی مجبور به مهاجرت شد. او الان در ترکیه با گردانندگان سایت‌های قمار همکاری می‌کنه که آینده اونها این روزها در پرده ای از ابهام قرار گرفته. بینندگان عزیز گیلاس، برای دیدن برنامه‌های دیگر ما حتما روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید و مشترک کانال ما بشید.